چه اتفاقی میفته برای مردم افغانستان که بیان یک روزی بلند میشن میرن مسجد اومدن قتل عام شیعه کردن. This is the Journey Podcast. حدود 14 روستا اطراف ما همشان که زندگی میکنن مردم اهل تصنع هستن و ما در مرکز شهر گردیز مردم تشیع هستیم و تمام مردم اهل تصنع با ما رابطه خیلی برادری و خوب داره و با ما احترام داره. ما تمام مراحل مذهبی، تمام مسائل که در ماه عاشورا و در ماه محرم و در ماه رمضان اینا رو انجام میدیم همشا خیلی خوب انجام میدیم و این مردم حتی میان اشتراک میکنن، شرکت میکنن در مراسم. چقدر ما چقدر قشنگ. خیلی خیلی چقدر قشنگ. بله بله. یعنی شما میفرمایید یه دونه روستا شما بودین که دور و برتون 14 تا روستای سنی بوده. بله بله. و توی مراسم و هیچ وقت مشکلی نداشتین؟ نه. و خیلی احترام. نه. و خیلی نه. الان هم هنوزم همین جوریه؟ بله بله همین جوریه. خدا رو شکر اگه هنوز این جوریه. چون بله. اینا داستانایی که معمولا ما فقط در قبل از بیشتر. ولی الان چون وضعیت یک کمی شده که امنیت بر هم خورده و دستای بیرونی کار میکنه و نخبگان و کلانای ما و بزرگان ما را میخواین کم کم از بین ببرن و ترور کنن که همینجور شد. ماه آگوست 2018 در مسجد امام زمان، مسجد خود ما، دو تا تروریستی که به لباس زنان آمدن و در مسجد در روز جمعه در عین نماز آمدن و تقریبا حدود 46 نفر از شیعان ما را، قومای ما را ترور کردن و شهید کردن، از بین بردن. و در بین اینها دو تا از جوانای اهل تصنع هم در اونجا آمده بودن که با هم اشتراک میکردن در نماز جمعه با هم یک جای، و بیچاره هم شهید شدن. چه اتفاقی میفته برای مردم افغانستان که بیان یک روزی بلند میشن میرن مسجد اومدن قتل عام شیعه کردن؟ قتل عام اصلا، آقا اصلا دین مهم نیست، اصلا تو بگو هر دینی، اصلا تو بگو هر کجایی، هر چی، همسایه توه، هم کشوری توه، یه روز بلند میشی میبینی که این قتل عام شده. چجوری بیان میتونیم با این کنار بیایم؟ چجوری میتونیم این رو هضمش کنیم؟ هر چقدرم این بگیم زیاده عادت نمی کنیم، ما انسانیم، تک هر یک باری که این اتفاق میفته یه تیکه از قلب ما کنده میشه، هر یک باری که این رو ما میبینیم یه تیکه از جزء بدن ما کنده میشه. و چه اتفاق میفته، چی کار میکنیم توی افغانستان شما با این غم سنگین؟ آخه چرا بی انصاف میای دختر میکشی؟ برای چی میای مدرسه دخترونه دخترای معصوم پاک زلال خانوم رو میزنی؟ یعنی خیلی دارم با خودم فکر میکنم. یعنی چند روز پیش که من شما رو دعوت کردم، خدا شاهد تنها کاری که میتونستم بکنم اینه که اشک بریزم و تو خودم داد بزنم اینکه چی داره میشه به ما. اینکه ما میایم میبینیم صبح بلند میشیم گوشیمون رو وا میکنیم میریم روی اینستاگرام تایتل اومده در یک نمیدونم حمله تروریستی 87 دانش آموز نمیدونم افغانی کشته شدن نقطه. و این چقدر برای ما عادی شده که اینو میبینیم سکرول داون میکنیم پایین میبینیم پست بعدی چی نوشته و نمیایم یک ثانیه نمیایم به این موضوع فکر کنیم که آقا این بابتش باید خون گریه کرد. امیرالمومنین بابت اون اتفاقی که زن پیرزن یهود که اونو از پاش کشیدن، اون چیز تلاش رو که گفتن دنیا اگر به خاطر این خونگریه بکنه کار زیادی نکرده، یه زیاده روی نکرده. امیرالمومنین این حرف رو زده و من این که مثلا دارم ادعا میکنم که عاشق ایشونم، دارم میام میبینم که خواهرای من، برادرای من توی کشور همسایه‌مون، توی کشور فوق‌العاده مظلوم افغانستان به این شکل نهایت مظلومیت شهادت پیدا میکنن. من فقط نگاه میکنم،